همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. بابک، آخرین تحولات مربوط به تلاش‌ها برای آتش‌بس رو از تو بشنویم و اگر در میدان جنگ در واقع اتفاقاتی رخ داده رو. بدون شک امروز دقیقاً 5 ماه و 1 روز از 7 اکتبر زمانی که حماس به اسرائیل حمله کرد می‌گذرد و پس از اون جنگی که تاکنون همچنان ادامه داره. قرار هستش که یا دوشنبه یا سه‌شنبه ماه رمضان در اسرائیل آغاز بشه، بستگی به رؤیت هلال ماه داره و این زمانی هستش که اسرائیل خودش را آماده میکنه که سناریو ممکن هستش که تغییر بکنه و بستگی به رفتار مسلمانان در کرانه باختری، در اورشلیم شرقی و حتی اعراب مسلمان در داخل اسرائیل داره که چگونه با این ماه رمضان مواجه خواهند شد. آیا تنش‌ها به داخل اسرائیل و به کرانه باختری هم خواهد کشید یا نه؟ دقیقاً این چیزی هستش که سینوار رهبر حماس آرزوی اون را داره و اون گسترده شدن جنگ هستش. اما در کنار اون مذاکرات صلحی که چند هفته پیش از این آغاز شده بود و هم اسرائیل هم ایالات متحده بسیار امیدوار بودند که ماه رمضان را در گونه آتش بس به سر ببرند تا تنش‌ها کمتر بشه، اما به نظر میاد که همین امروز این مذاکرات هم حداقل تا هفته آینده به خاک سپرده شده اما فاتحه اون خوانده نشده. یعنی اینکه این مذاکرات قرار هستش که دوباره پس از یک هفته آغاز بشه، اما همچنان حماس بر مواضع خودش ایستادگی میکنه و حاضر نیست که بجز پایان کامل جنگ و بیرون رفتن ارتش اسرائیل از تمامی غزه مذاکرات را به سرانجام برسونه و 134 گروگانی که در دست داره را آزاد بکنه. در اسرائیل گفته میشه که یکی از دلایل شکست مذاکرات فشار ایالات متحده است بر اسرائیل که ممکن است که در آخر باعث کندی و حتی پایان جنگ هم بشه. در کنار اون یکی دیگر از دلایل همونطوری که گفتم رهبر حماس در غزه هستش که در ماه رمضان برنامه او برای تشدید بیشتر تنش‌ها در عرصه‌های دیگر مانند اورشلیم شرقی محقق بشه. در کنار اون گفته شده که یک اختلافی هم بین رهبر حماس در خارج اسماعیل هنیه و رهبر حماس در داخل سینوار وجود داره که سینوار همونطوری که گفتم خواهان افزایش تنش‌ها است، در حالی که اسماعیل هنیه میخواهد که انعطاف بیشتری نشان بده و شاید به مذاکرات و توافق برسد. ممنون از تو بابک اسحاقی همکارمون که از تل‌آویو با ما بوده.